سلام. حدود دو هفته قبل بود که یک ورزشکار ایرانی بالاترین افتخار ورزشی جهان در رشته خودش رو به نام ایران زد. از جواد فروغی میگم که اولین مدال طلای المپیک تیراندازی رو برای ایران به دست آورد. اما آقا جواد علاوه بر مهارتش تو تیراندازی، در منش و اخلاق و رفتار هم ویژگی‌های برجسته‌ای داره. سلام، احوال شما چطوره؟ سلام آقا، خیلی مبارک باشه. کاش کرونا نبود بغلتون می‌کردم. آقا جواد چشم بستن بزنه آقا جواد تو چند سالگی شما قهرمان المپیک شدین؟ من نزدیک 42 سالم دیگه، من 20 شهریور میشم 42 سال انشالله. 11 سپتامبر 1979. خب رشته شما زیاد هم حالا سن بره بالا مهم نیست دیگه، اون تمرکزه و دقت. بله اصلا شرط سنی نداره. شما 80 سالت باشه تیرانداز باشی. یعنی ما ان شاءالله تا 80 90 سالگی شما مدال المپیک میگیریم دیگه. من خودم رو روی ریل لطف خدا میدونم. اصلا انداختم رو ریلم لطف خدا بوده، من معتقدم. اصلا من نیت به استارت برای این کار نداشتم. به صورت جدی بخوام، بله من بشینم خونه بگم برم تیرانداز بشم، برم عضو تیم ملی بشم، برم فلان اینجا. این نبوده اصلا. اصلا نبوده. شما چند سال تیراندازی؟ من از ابتدای استارت و شروع کارم حدود 89 بوده تقریبا شروع کارم. آقا بچه کجایی شما؟ ما لوری، مثلتا دهلوران، استان ایلام، جنوبش تقریبا وصل میشه به مناطق عرب نشین و بیشتر مردمان با صفایی هم هستن و وصل میشه به خوزستان. تا چند سالگی اونجا زندگی کردین؟ من زاده خود دهلوران هستم، ولی چند ماهگی ما جنگ شروع شد و ما رفتیم سمت آبدانان. یه حدود اشتباه نکنم حدود 4 سال آبدانان بودیم و سختی کشیده این تو دوران جنگ. بله بله، ما هم از نظر مالی ما جز خانواده فقیر بودیم، جز خانواده متوسط پایین بودیم. پدر چه شغلی داشت؟ شغل آزاد داشتن، ولی خب خدا بیامرز پدر بنده رو نره به حد. چند سالتون بود پدر به رحمت خدا رفتن؟ تازه فوت کردنشون. تازه فوت کردن؟ حتما این روزها روح ایشون شاده با توجه به افتخاری که شما به دست آوردید. ما رو ببخشید، ما شما رو بردیم به یاد خاطرات دوران جوانیتون، اوقات شما رو تلخ کردیم. گفتید که خب زندگی داشتید که سختی هم کشیدید، طعم فقر هم کشیدید. بله. مثلا میخوام بگم قهرمان المپیک ما اون محدودیت هایی که داشت چیا بود؟ مثلا چه چیزایی بود؟ از مالی بود، از نظر چه خورد و خوراک، چه پوشش، نمیدونم مسئله خونه رو که بخاطر بحث جنگ در اختیار ما قرار داده بودن، ستاد بازسازی اینا، امور مهاجرین. یعنی در رفاهی وجود نداشت؟ نه 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 اصلا. ما دانشگاه چه رشته ای قبول شدی؟ ما دانشگاه رشته پرستاری بود که سال 76. بعد مثل سایر پرستارا هر روز سر کار و درمان و اینها تو بیمارستان؟ بله، من تو چند ماه پیش بله شیفت داشتیم. از شیفت ما خیلی از اردوها، خیلی از مسابقات لیگ، خیلی از مسابقات خدمت شما میگم ریز درش رو بنده بارها بعد از مسابقه شیفت، بعد از شیفت شب مستقیم وارد مسابقه شدم. یعنی بدون استراحت تو بخش بودی، مریض داشتی؟ بله. بعد میرفتی تو اومدم؟ بله اومدم، فقط در حدی که آب دستورت بزنم، حالا صبحانه یا برسم بخورم یا نخورم. اصل اصلر برداشتم. مگه میشد؟ بله دیگه شد دیگه. دوران کرونا پرستاری کردی؟ بله دوران کرونا. من تو اصلا ابتلای بنده از به همون بخش بود و به خاطر کرونا که گرفتیم. بالینه. بله دقیقاً الان یک سال پیش من این موقع کرونا داشتم. بالینه بیمار کرونا؟ بله بالین بیمار کرونایی بودم. پس شما پرستاری هستید که قهرمان المپیک شد؟ بله با افتخار.
همکاراتون چه کیفی کردن؟ فرودگام دیدم اومده بودم بله. با لباس پرستاری. قطعا خواهش شما ببینید جامعه‌ای که الان بسیار تحت فشار است، جامعه درمان رو میگم. خدا رو شکر باعث شد که خستگی ها به فراموشی سپرده بشه و اون روح و روانشون واقعا از بون استخوان احساس کردم شاد شد. من بازخوردش رو دقیقا میدیدم، حس میکردم. بعد ببینید به چی فکر میکردم. حالا کل پاداش شما جمع کنیم رو هم بشه 3 میلیارد. بله. با خورده هاش و این برون بر. یعنی قهرمان المپیک 3 میلیارد خیلی خیلی بگیره، میشه قرارداد یه بازیکن معمولی تو یه تیم فوتبال برای یه فصل. حالا عددش رو نمیدونم ولی خب تقریبا ظاهرا یه بازیکن معمولی فوتبال دیگه چیکار میشه. نقشه کشیدی برای پاداشتون؟ حالا سری پیشنهاد بعض جواد فروغی خوبه که اصلا میگه آقا خیلی خیلی برام کسانی که دور بر ما هستن الان وضعیت ما رو میدونن. من تا همین چند ماه پیش من یه تیبا داشتم خدمت شما میگم که ورانه میالی تندر مدل 95 زیر پای بنده هست ماشینتون. آره و هم یه خونه که الان هستیم. خونه تون چند متره؟ مطلب خودم ما الان مطلب خودم نیست، حدود 82 یکی دو سه متر باید باشه. 80 متر 81 2 متر هست. آقای عرابی لطفا نشون بده اینجا فضای خونه آقای فروغی و من میخوام سادگی زندگی شما ارزشمنده ها، ولی میخوام بگم قهرمان المپیک ما چقدر ساده زندگی میکنه. من خودم باور نمیکردم اونقدر ساده زندگی کنید. حالی مبلر ما تازه یه گمانم چهار ماه نمیدونم چقدر خریدیم اینا رو. این آقا جواد میگفت خونه زندگی ساده است، آشپزخونه ساده است، بیا آقا متی تو اینا. خدا وکیلی هم ساده است همه چیش. و اینطوری اتفاقا کیف میده همچنان سادگیه. ظاهر باطن همین دیگه نمیدونم. بعد اینجا صابخونه ای؟ نه صابخونه کجا؟ صابخونه هم نیست؟ نه حالا تا بیم خدا چی بخواد. فعلا نه با افتخار تو شهر الان دیگه قهرمان المپیک ما ایا. من همون جوادم که بودم، برای نه برای مردم فرقی کنه، برای خدا نه برای خانواده میچنم. یعنی شما الان بازم میری بیمارستان بالا سر مریض؟ با افتخار میدم مداد آقا جواد. کجاست مداد المپیک؟ خدمت شما هستم که ببینم. آها پیش خودمه. به به اجازه است من بردارم؟ خواهش می‌کنم. متعلق به هم است. یکی دو دقیقه میشه بذاریم گردنتون باشه؟ خواهش می‌کنم. شما وقتی این مداد رو گرفتین و خب روی سکو رفتین، لحظه بالا رفتن پرچم عزیز کشورمون نمادی از ارزش‌ها شد جواد فروغی تو اون لحظه به نظرم. چی بود ماجرا؟ چرا؟ فقط چون خودم رو یک سفید، یک ملت، یک فرهنگ میدونستم، دوست داشتم که یک سمبولی از این ملت رو همراه خودم داشته باشم. فقط همین. و هیچی به ذهنم نرسید جز این که نماد مقاومت این ملت رو بخوام نشون بدم. چیزی که بعد از پرچم عزیزی ما شد بگم پرچم دوم ماستون چفیه که نماد خاکی بوده، چفیه ای که گذاشتی بله مقاومت مردم است. چیزی است که توی لباس رهبرم اصلا بهش خون گفتم که یه تبعیتی کرده باشم ازشون که بنوان یک نماد نه بنوان یک ادعا. همین اتفاقایی که افتاد به نظرم حال بعضی‌ها رو بد کرد و خب شروع شد یک هجمه علیه جواد فروغی. کار به جایی رسید که یه سری اومدن کمپین تشکیل دادن که مدال ایشون رو باید پس بگیرید. بله. و یه سری حالا صحبت‌هایی رو به شما نسبت دادن. می‌خواید صحبت کنید؟ خواهش می‌کنم. من اتفاقا دیشب بود یا داشتم صحبت می‌کردم به خانم میگفتم، گفتم که نفهمیدم این تیره که من زدم احساس می‌کنم به سیب نخورد، به جای دیگه خورده اصلا احساس می‌کنم. سر که صدای یک افراد دیگه بلند شد و من گفته و باز میگویم ببینید کسانی که خودشون رو حداقل دوستار علی ظاهر که قطعا بدخواه ملت هستن، دوستار ملت میخوان خودشون نشون بدن، توصیه من بینا این بود که حداقل صبر میکردین که شادی مردم تمام میشد بعد این اراجیف رو
ردیف میکردید. و اگه بحثی بود یه مقدار علمی‌تر، یک مقداری خدمت شما بگم منطقی‌تر با مدرک و سند ارائه میدادید، نه اینکه یه سری عکسانی در کجا جمع کردن این سری تصاویر رو ارائه دادن. یکی این بالا پشت بام بوده که این فروغیه بود، گفتن اصلا من اولا معلوم نیست تصویر ایران هست یا نیست. پس اینا از کجا در میاد؟ این حرفا چیه؟ چی میدونه طرف بخواد دنبال ایراد بگرده، بالاخره میگرده چیزی پیدا میکنه چند تا خودش روش میذاره، چون تیراندازی هستن دیگه، گفتن دیگه طرف مثلا. ولی کسی که ایرانی نیست یا ایرانی دوست نیست، من اجازه بهش نمیدم بخواد هر حرفی رو بخواد بزنه که ذهن ملت منو مخدوش بکنه و بخواد این شادی رو ازش بگیر. آقا موافقید ما پایان برنامه خانواده هم خدمتشون باشیم؟ خواهش میکنم. من یک نکته بگم، من پدر خدای عمرزم من چند سال بود که مرتب دعا میکرد که جواد دست به خاک بزنید طلا بشه انشالله. آره و اینو تو این مدال دیدم واقعا. بغزم برای همین بود اول برنامه. خدا بیان روشون روشون شاد باشه انشاءالله. خدا را تشکر ممنونم جواد عزیزم که سربلند من و خانواده تو همه ایران کردی. خیلی مبارک باشه، چشم شما روشن. ممنون، متشکرم. مبارک مردم ایران باشه، مبارک آقامون باشه. خدا رو شکر. باور کنی بین خنده و گریه فقط سجده شکر به جا آوردم. واقعا باید قدردانی کنید به نظرم از حاج خانم. نگه داشتن سه تا فرزند شما سر تمرین و کار. ما این قبل مدال قبلی هم گردنی شو مینداخت دیگر رو برد. ممنون شکر. من و آقای فروغی زندگیمونو با خیلی ساده تر از این، با تقریبا با وسایل اولیه زندگی شروع کردیم. حتی ما یه گاز هم نداشتیم، یه گاز کوچولوی تکشولهی داشتیم با دو تا فرش کوچولو، با یه دست رختخواب و چند تا وسیله آشپزخونه خیلی همین شروع کردیم. ما حتی آقای فروغی هم میدونه پول جهیزیه رو وسیله نگرفتیم، برای پول پیش خونمون گذاشتیم. زندگیمونو بدون کوچکترین مراسمی شروع کردیم، چون اعتقاد داشتیم من هم خودم هم آقای فروغی زندگی رو باید الگو از حضرت زهرا بگیریم و امام علی که لطف کردن به زندگی ما برکت دادن. خیلی مخلصیم، خیلی خوشحال شدیم دیدیمتون. ان شاء الله که همکارتم تشکر می‌کنم که شرمندم باعث قدم رنجش شما شدم. زنده باشیم، مدالاتون بیشتر و بیشتر بشه به لطف خدا.